این تو از حقیقت سمی رو شده مامان پوله زنی میزنه چوگلگه منو بکنه. تا حالا شده دراگ مصرف کنی؟ دراگ؟ قبل از بابام دوست داشتن داشتی؟ از زن شخصی مامان مگه داشتی؟ سلام بچه ها، چطوریم؟ خوش اومدید به چنل یوتیوب من. امیدوارم که عالی عالی باشید. دوباره با مامانم ویدیو داریم واسه تون. اونم چه ویدیوی؟ قراره که جرأت حقیقت انجام بدیم، بازی کنیم، جرأت حقیقت بازی کنیم. یه سری سوال طرح شده. خدا میدونه چه سوالیه، چون نیکا به من نگفته، مامانم به من نگفته. یعنی آتوسا دوستم برامون طراحی کرده که سوالایی هم نداریم. واسه مامانم فرستاده، سوالای مامانم واسه من فرستاده. قراره که جواب بدیم. اگر جواب ندیم مجازات های سنگین داریم. پس بهتره که جواب بدیم، چون مجازاتاش وحشتناکه. اونا دیگه من میدونم دیگه مجازات ها نمیدونم. خب بریم بیان که این تو از حقیقت سمی رو شروع کنیم. دستم خیلی رو نشه جلوی مادرم، برم سراغ من اولی رو میپرسم از شما. چرا؟ نمیدونم، من میپرسم دیگه. موزه که کچیکی رایت نمیگنی. حاضری برگردی به عقب و هیچ وقت من رو به دنیا نگیری؟ چی بود سال؟ حواستت رو بدم بازی خانم. من یه لحظه سال خودم خوندم. حاضری برگردی به عقب و هیچ وقت من رو به دنیا نگیری؟ اصلا اصلا عاشق تو هم. چرا به خدا عزیزی دل من، چه روزی هزار به خدا رو شکر میکنم بابت داشتن ما. بابا که با تعلقه خب الان شما بگو ببینم بزرگترین دروغی که من گفتی چی بوده؟ بابا من نیفتم بسه شما دروغاتون مگه یادتون میمونه؟ اون که خیلی بزرگ باشه آره آدم یادش میمونه، اون کوچیک ها نمیمونه. دروغ خیلی بزرگی که بهت گفته باشم نکنم، یعنی گفتم و یادم نمیاد. خب مثلا این که خیلی وقت و موقعی مدرسه رفتن الکی میگفتم مریضم که نرم مدرسه، اون خودم متوجه میشدم. خیلی شکی بچه ها زیاده خودشون رو به دلدرد میزنن. خودم میزنم به مریضی که دیگه خودم باورم میشد مریضم. تو دو روز واقعا مریض میشدم، انقدر خودم تلقی میکردم. بعد چی میشد؟ من نمیذاشتم بری؟ نه نمیذاشت. یه سری جواب میدهش اون موقعی که خیلی طبیعی بازی میکردم نمیدهش. نقشه تو خوب اجرا میکردی؟ خیلی نمیدونم گفتم یا نه، میرفتم سرمو میچسبوندم به شوفاش گرم بشه که گرم بشه که تو فکر کنی من تب دارم. خب بریم سراغ سوال بعدی. تا حالا شده به خاطر وجود من خجالت زده بشی؟ ما فکر کنو الکی نگو. من بچگی اینجا یه کار احمقانه انجام دادم در کودکی یا اصلا بزرگسالی. بچگیات که نه، البته نه بچگی نمیشه گفت. زمانی بود که تازه کار اینستا تو شروع کرده بودی، فعالیت تو شروع کرده بودی، بعد کلیپایی که حالا درست میکردی با پسرا و اینا تو جمعشون بودی، موقع من خیلی شاکی بودم، خیلی ناراحت شدم. گفتم وای چرا نیکو این کارو نمیکنه؟ ولی فهمیدم که نه دیگه، علاقه داره، دوست داره کارشه. متوجه شدی که دیگه این شغله آقا، این شغل من برای تفریح اوایل اینجوری نبود دیگه، ولی الان دیگه جا افتاده. بله شما تا حالا شده تصادف کنی به من نگی؟ یه بار گفتم دیگه، قبلا گفتم که با موتور تصادف کرده بودم. آها آره سوالش تکراری. آره یه دونه دیگه بپرس. یکی دیگه بپرسم. خب حالا واسه بچه‌ای که نمیدونن، آره من با موتور تصادف کرده بودم، یعنی ترک یه نفر بودم رو موتور و چپ کردیم و به مامانم گفتم که خوردم زمین و نه پله افتادم و اینا، چون دستم هستم و اینا همه چیز شده زخم شده زخمی بودم. آره. سال بعدی آتوسا این چه سوالیه؟ نوشته تا حالا از من حفظ داشتی بخوای تو غذا غذام توف کنی یا غذا درست کنی که من دوست ندارم؟ اصلا همچی چیز آقا کدوم مادر همچین کار میکنه؟ خدا این رفیقات چه سوال پایی میپرسیده. خب من بپرسم. تا حالا شده با پسر دوست شده باشی که به من نگفته باشی؟ همه رو گفتی؟ همه رو گفتم. مثلا شده مثلا دوستی بوده که مثلا در حد یه هفته بوده و اینا سرانجامی نداشت بوده علاقه علاقی ندارم مهم نبوده زیاد که بیاد بگه، مگر همه رو میگه. آره موزد اهمیتی ازش. مامان اینو با بگو سعی تو بکن بگی فکر کن، چون واقعا مطمئنم که بوده.
بدترین حرفی که با بابام پشتم زدید مثلا؟ بدترین حرف؟ ایشون خب مگه بابا حالا نمیتونی بچش حرف بد بزنه؟ نه مثلا یه قضاوت مثلا این چیزی که فکر میکردیم مثلا اینجوری ولی اونجوری نبوده، یه قضاوت نابجا مثلا. نه اصلا من اجازه نمیدونم بابا این فکر شاید بابا به ذهنش بیرزه بودم نه اینجوری صحبت کنه نیکا من سریع عوض میکرم بودم اصلا مادر نمونه همیشه پشتم بود بله اصلا اجازه نمیدادم هیچ کسی هیچ احد و ناسی حتی اگه مثلا واقعا این کار انجام داده باشم تو نمیداشتی؟ نه خودم توجیهش میکردم گردن تا حالا شده دراک مصرف کنی؟ دراج؟ چی هست؟ آفرین بگیش دختر خوبی اصلا نمیدونه چیه بگم چیه؟ توضیح بدم مواد مخدره؟ مخدره خب من یه لحظه بایستی؟ کجا؟ خدا بیام برسیدی؟ بچه من این سوال جواب نمیدم. نه بگو چرا؟ جریمه میشم دیگه ماما. یه خطایی چیزی هم انجام داده باشی به بزرگواری خودم میباشم. نه جریمه رو ترجیح میدم. زیاد نخو فقط میدم. نه من اصلا از اینجور آدم ها نیستم که واقعا نمیخوای جواب بدی؟ ارزششو داره؟ دیگه از اون جمگیر زرفشی بدتر نیستش که من خوردم و اینم بهتون میگم خدا رو شکر من زنده موندم امیدی را داشتم به خدا ما معامل بخشیم بازم ازت بریم سراغ سوال بعدی این سوال رو گوش بده کدوم جاری تو بیشتر از همه دوست داری؟ اینو فکرم که همه میدونم مریمو خودم اینو جواب میده جاری هم همشون خوبه ولی با مریم صمیمی تریم درست آره. از کدوم بلاگر متنفری؟ فکر نمی کنم از کسی بدت بیاد متنفر مثلا بگی حال نمی کنم مثلا اسمشو بگی؟ نه یک متنفر نیستم اما مثلا با چند نفر حال نمی کنم با سر کنم متنفر چیکار بدبخت دارم آره مثلا حال نمی کنم اینجوری حالا بعد جایی میشه نه دیگه جواب داد دیگه متنفر نیست دیگه عزیزم بچه من بچه دختر خوبیه همه رو دوست داره بله همه رو دوست داشته باشید حس خوب برمیگرده آره دیگه عشق باید به همه بده که برگرده خب من تا حالا شده اینجا من کاری کنم بعد پوریا یواشکی بهت خبر بده بگه ماما این سوال جواب بده پول زنگ میزنه چغلی منو بکنه مثلا میگه که آره بابا این دوستاش میان اینجا به روزه به پاش میکنن کسی کو بزنه بگم اینو کسی کار میکنن نیکا هم چی بهشون نمیگه منم که میگم نیکا ناراحت میشه اینو چرا شکایت کرده بارو بارو باشه پوریا از این بعد منم دارم واسه میبینی که چقدر منم تو شکایت حلال زاده اومد دقیقا تو ویدیو داشتیم در مورد ترک میزنیم برای نخوی بین شده از اینکه این واقعا راست شده شده از اینکه من مامانتم خجالت بکشی نه شده خودی چرا مثلا یک راستش بگم بچه که بوده هم مثلا پاچه مامانم خیلی سوال میپرسه مثلا میرسیم توی مغازه لباسی یه چیزی بخریم خب یه بار میپرسید اینقدر از فروشنده سوال میپرسید بعد مثلا سوالی که این که این لباسه که الان اینجا سبزشو داری قرمزش هم داری من یارو میگفت نه تو انبارم نگاه کنی که داری یارو میگفت نه مثلا کلا قرمزشو نداری هی یه شاید قرمزشو میخواستیم گفتم بس بپوسم شاید داشتیم تو انبارم داشتیم مادر کن تو اصلا به ضعیف بود بگر نه مادر همیشه این سوال تو میپرسم مامان شما میدیدی خیلی سوال میپرسید چیزایی حساس بودی دختر من شده پول زیادی روی جای هدر داده باشه که من خبر نداشته باشم فقط تو فراغون پول
زیاد اونجوری که مثلا چشمگیر باشه. نه من در حد هم که لباس رو خرم بذار بلخرجیه بیش از حد برای خودم و اطرافیانم بکنم در این حد بوده. قبل از بابام دوست پسر داشتی؟ عزیزم این شخصی نمیدونم. مگه داشتی؟ عزیزم این شخصی هستم جواب نمیدم. من جواب نمیدی؟ زندگی شخصی نه نه من یه جریمه دیگه برات دارم. اونم تو دوران مجردید. بابا یه جریمه دیگه برات دارم. زنگ میزنی به بابا. آره بابا میدونه یه جایی. بگو بلیتمو کنسل کردم نمیام. ببینیم ریاکشنش چیه. چون بچه مامانم فردا میخواد برگرده. متاسفانه دارم میرم. خیلی هم ناراحتم ولی هیچ چاره‌ای نیست دیگه. وای آنلاین نیست. در حال زنگ زدم. سلام. سلام. چطوری خوبی؟ آه هیچی میگم که من که بلیتم چیز شد کنسل شد. آره فردا نمیام. آره دو سه روز دیگه حالا دوباره بلیت میگم دو سه روز دیگه. یه کاری برام پیش اومد نمیتونم الان بهت بگم. چی؟ آره گفتم یه کاری برام پیش اومده نمیتونم یه چند روز دیگه دوباره بلیت میگم. حالا انشالله که خیره. خب باشه بابا نگم. یعنی تو مشکلی نداری با اینکه فردا نیاد؟ نه بابا آه بزرگیت آه داریم ویدیو میگیریم. میخواستیم ریاکشن تو رو ببینیم وقتی بریتش رو کنسل کنه. آها خب الان ناراحت شدی یا نه؟ گفتی که من اسم کیملیک رو بردم. خب کیملیک الو گفت کار دارم. گفت کار دارم نمیام. گفتم کار دارم چند روز دیگه میام. میگم عزیز من میگم که ویدیو یوتیوبه میاد فردا میاد. خیلی خوب خیلی خوب خدا پدر. خدا پدر. خیلی تاکید داشت که برگردی. خب توی فامیل من کی از هم بیشتر دوست داری و از کی متنفری؟ توی فامیل شما فقط. فامیل بابا تم میتونی بگیم مشکلی نیست. آخه یعنی کی بیشتر دوست داری؟ فامیل من از کی متنفری؟ تو فامیل بابا متنفری که تحت این شرایطی نمیگی. آخه واقعا متنفر بودم از کرده یه خود یکی که حال نمی کنم. آخه خدایی نه واقعا همه شما حال میکنم نداریم نیستی چی حال نکنم. نیکا با همه اوکیه. حتی با فامیلای خیلی دوره دورم مثلا مشکلی ندارم. ولی خب با کسی که خیلی بیشتر حال میکنم خب خاله نسرین همه همونی که بود اینو میتونم بگم. خاله همه هم این بیشتر تر تر از همه باش حال میکنم. دلت میخواد که حالا هم من هم پوریا ازدواج کنیم؟ پوریا نه نه هیچ کدوم نه نه الان فعلا زوده براتون که بخوام مخصوصا برای تو که خیلی زوده. پوریا دیگه واقعا وقت زنشه. پوریا هنوز از نظر بلوغ فکری به اون مرحله نرسیده. آره یه خورده خودشو جمع و جور بکنه ان شاء الله بعد. آره چرا که نه بعد بعد سم بشه. خب تا حالا شده از من خیلی بترسی؟ خیلی بترسیده. خیلی نه اون نگاه های ترسناک بود یه کار بد میکردم چجوری نگاه میکردی؟ نه نه یه جوری اصلا خیلی وقت میخواد بچه ای بود توی نگاه میکردی دیگه ندیدم اون نگاه تو. اون نگاه خیلی ترسناک چیه میگوستم فقط نگاه تو. آره یه نگاه خیلی سر تا از تنه ترسن جدا میگم همچین معنی داشت نگاه. خدای اون نگاه ترسناک. دلت میخواست موقع که مثلا بعد من باردار بودی من دختر میشم پسر؟ دختر چون پسر داشتم دیگه بچه اولم پسر بود بعد از 10 سال بعد خودش تو رو به من داد. بعد خیلی دوست داشتم هم من هم بابا هر دومون خیلی دوست داشتیم که دختر داشته باشیم. نگه پسر بودیم دختر جوجو؟ نه پسر خب اونم دوستش داشتیم. خب اونم دوست داره هم پسرشو داشته باشه هم دخترشو. درست. آره ولی کاش یه دوست دیگه می آورد. لابد تو تنها نبودی. یعنی خواهر دیگه داشتی خوب بود. آره ولی داداش پوریه بسته داداش نمیخواد. پسر خیلی آره نیاز نداره ولی دختر خیلی دوست داره. ولی خواهر من بزرگتر از من بود. دیگه نمیشد دیگه عزیزم که اول تو اومد.
خب پارو باشه اینقدر اونم عزیز میشود الان شاید که درد سر نمیشود یکم نه دیگه پشت سر تو میومد دیگه مثلا به فاصله یکی دو ساعت نه بود الان درسش تموم شد یا خیلی کوچولو میبود یا الان مثلا 4-5 سالش بود یا از من بزرگتر میبود خب الان سر چی نمیشونه میذاری اگه برگردی به 17 سالگی چه کاری رو هیچ وقت انجام نمیدادی؟ درس نمیخوندی؟ نه واقعا چیزی نیستش که اونقدر داشت پشیمون باشم که مثلا میگم آخ هیچون کار انجام نمیدادم نمیدونم نه واقعا چیزی نیست چیکار چون یادت نمیاد من چیکار کردم مثلا رشته که دوست داشتم آره آها یه جایی رو مکان وای وای آفرین یه جایی بود که اسم چجوری بفهمونم نگم یه جایی بود که من سری کلاس‌های اخلاق و اینا می‌رفتم و فهمیدم که واقعا خیلی کار اشتباهی میکردم و بچگیمو تباه کردم اونجا واقعا یه دوره از سنم یه دوره از سنم واقعا به فنا دادم اونم یه تجربه بود دیگه نمیشه بیاری تجربه بود ولی خب خیلی تجربه شاید نیاز باید بالاخره تو مهارتون رو بباره از زمان زندگی باید اون دوره رو هم باید میگذروندی تو دوست نداشتی خیلی هستم اونجا دارم میرن و دارم زندگیشون رو کنن دوست دارم موفق باشم موفق باشم چقدر مهدبه از آینده این سوال آخرم از آینده میترسی یا نمیترسی اصلا نمیترسی من در حال زندگی میکنم آفرلش مامانم واقعا در حال زندگی تشویر کار با آینده ندارم آینده رو سپردم به خدا گذشتم که فراموش کردم خوش و خرم در حال زندگی میکنم تا حال بزنم اینه که تا حال شده که رفته باشی خونه دوسته بعد بدون اینکه به من بگی رفتی مسافرت آه یعنی پیچوندم گفتم خونه دوست دارم ولی رفتم مسافرت آخه تو خونه دوست دارم نمی رفتی اگه می رفتی یه روزه مثلا بعد دو سه ساعت می رفتی مسافرت بعد دو سه روز بمونه یاد نه نه ولی یه جور دیگه شده اتفاقا با هم بچه های اکیپمونم بودیم بهت گفتم یا اصلا به شما گفتم چقدر اینقدر خاطر مطلع تعریف کردم قاطی میکنم که گفتم با بچه ها داریم میریم اصفهان فیلم برداری خب آره ولی رفتیم شمال مکانش رو دروغ گفتم چون بعد یه روزه بود صبح زود رفتیم آخر شب برگشتیم سفر زهرمار میشد همه جای اینا سرای من فقر میکنه آره بعد چون میترسیدم که مثلا مامانم فکر نکنه میخوام برم تفریح و اشغال نذاره برم شمال مثلا ما داریم میریم اصفهان برای فیلم برداری فلان آره مامانم میگفت چی شد رفتید اصفهان چی گرفتید چون که دست ادیتور نمیده چرا چیزا نمیبردی چرا گاز نمیبردی واسه من آره چیزی هم پوشیدم من شمال بودم چیزی که وقت نشد دیگه برای خرید کنی همش 12 ساعت چقدر همش تو راه تو راه بودیم مسافرت بله دیگه اینم از این سوال پرسیده شد یه سری حقایق آشکار شد پوگم از بعد بیشتر حواسش رو جمع کنه خیلی دوستتون دارم شما رو به خودتون باشید میبوسمتون شما تا دور دیگه شما خدافظی کن دیگه نیستی بدرود آره بچه ها راستی من دیگه فردا آره میخوام برم دیگه انشالله نمیدونم کی برمیگردم شاید زمانی باشه که نگاه بخواد جا به جا بشه شاید هم نمیدونم کاری چیز داشته باشه من به من بگی بیام ممکنه همین زودی ها آره این معلوم نیست دیگه ولی فردا این تاریخی که الان دارم ویدیو میگیرم فرداش دیگه دارم میرم ایران مراقب خودتون باشید بچه خیلی دوستتون دارم تا درودی دیگر بدرود بدرود بای